دوستان عزیز روز شما به خیر باشه ویدیو هشتم هستیم از صفحه 218 از کتاب اونی زیشر به کلمه انوالت انوالت انویلتین رسیدیم که منظورم رکس انوالت هستش به معنی وکیل هست یدر هد دست رکت آف اینن انوالت در این یوریستش برید. هر کسی حق این رو داره که حق یک دونه وکیل داره که از نظر حقوقی به اون مشاوره بده براتن به معنی مشاوره دادن هستش خب این جمله رو ما برمیگردیم اینجوری میگیم میگیم یه در برگر هر دست recht این انوالت لیش براتن این انشبروخ هر شهروند این حق رو داره که یک دونه مشاوره حقوقی رو کار بکنه این انشبروخ نیمن استفاده بکنه برای خودش یدر یه در برگر هم میشه هم برگر میشه یه در برگر اشتباهی تاپی داشتیم تایپی داشتیم یه در برگر هت دن انشبروخ آف اینه یوریستش یوریستش انوالتلیش اینجوری هم میشه گفتش حالا بخوایم سر این جمله بمونیم ما نمیخوایم زیاد تغییرش بدیم هر شهروندی چیکار داره ام این میتونه ان, ان یعنی که این حد این یعنی اینکه این ادعا نمیخوام بگم انشبوخ به معنی ادعا نیستش که بعد که این انتظار رو میتونه داشته باشه که یک دونه یوریستش انفلتی چه برای به صورت صفت میگیم که اون بالا صفت گفتیم یوریستش یوریستش انوالتش میگه که میتونه مشاوره بگیره اوکی انوالت چی هستش انوالت هست رکس انوالت هستش میشه گفت در این چارچوب صد سر در سر. این رکس بایشتند هم بهش میشه گفت کسی که شما رو در کنارتون بایستاده بایشتند لایستن یعنی اینکه همراهی میکنه مراقبت میکنه از نظر حقوقی بایشتند ادوکات از اه از لاتین میادش به معنی لاتینش. ادوکات خیلی سطح بالای به یکی بگین وکیل یعنی طرف سطحش بالاتر نمیره سطح گفتن شما بالاتر میره وکیل وکیل هستش این یوریست بریس این یوریست, این یوریست. این یوریست. این کسی که راجع به حقوق و این چیزها میدونه ازا این ریختر ایست آقا این یوریست این یوریستن این فرتایی دیگر فرتایی دیگر اسکنس کلا یک مدافع هستش خود این این یکی هستش که نظر حقوقی مشاوره میده کلماتی که ممکنه باش استفاده بشه خیلی زیاد هستش ولی خب انوالس کانسلای دفتر وکیل میشه انوالس بیرو میشه انوالس پراکسیس خیلی به ندرت میگن ولی میتونید انوالس پراکسیس هم بگین کانسلای صد در صد درصد درسته وکیل کانسلای داره دفترشو رو کانسلای میگن دیگه انوالت شتاعت انوالت هستش که وکیل دولت هست در واقع میشه مدعی روم یا دادستان میشه من خود خب در ویدیوهای بعدیش بعدش میرسیم حتما انوالت کمر انوالت کمر بگید به معنی کانون وکلا هستش کمر اتاق میشه اتاق اتاق و وکلا مثل اتاق بازرگانی هستش که ما داریم این هم منظور این هستش اصلا کمر منظور اتاق ولی اموز کانسلای و به فارسی میگیم قانون کلام. اگه بخواین راجع به وکیل بعد صحبت بکنید ابزرتن بخواید صحبت کنید به وکیل میتونید بگین رکس فر اوکی از چی میاد از رکس فرتریتر میاد دس ایز این ورد شپیل رکس فر رو بخواین عوضش بکنید به این رکس رئیس یعنی که قانون رو میپیچونه کسی که بله قانون رو میپیچونه به نفع خودش سی سما ایرونیش که ما یه کلمه دیگه هم هستش میگم وینکل ادوکات اون ادوکات که داشتیم یه دونه وینکل عوضش جلوش اضافه بکنیم وینکل به معنی گوشه هستش این یعنی وکیل تقلبی وکیل نه تقلبی هم نه وکیلی که کار خودش رو خوب انجام نمیده و خودش علکی رفته وکیل کرده آره یه ذره مسئله حقوقی رو میچه اینم میپیچونه دیگه آن ممکن اصلا وکالتش هم خوب نباشه بعدش یه معنی آه نه آه راجبه این جمله بالا یه جمله دیگه گرونزستش از آن کسین روز رکس برادتون شدید گرونزستش آن دی

Diese Person kann sich etwas nicht leisten. Was kann er nicht leisten? Leisten, ich habe eine Ware, hier in Anwesenheit von dem Mann oder Ware ist. Was sie leisten, ja nicht mal polische Also ich kann mir ein Mercedes-Benz nicht leisten. Ja nicht mal polische Nadeln. Nehme ich von einem Wecker. Also sich etwas leisten oder nicht leisten, ja eine Ansicht mali, Tavanai schon nicht. بحیثن از توانایی مالی منظور هستش معنی دوم کلمه انوالد هستش فیر شپریکر فی این زخه فرفکتر فی این زخه فیر ورده فی این زخه او ده کمفر این این زخه از فیر شپریکر یعنی حامی کسی که حمایت میکنه از یه چیزی فرفکتن مبارزه میکنه از فکت به معنی شمشیر بازی هستش فرفکت کسی که شمشیر دستش میگیره دفاع میکنه مدافع هستش فیر یعنی یه چیزی رو توصیه میکنه طرفدار یه چیزی از به فیر و دا فیر به فیر هستش کم که خب مبارز هستش مثلا میگیم که چی افشتن از انوالت اون آرمن این دیگزر شفت اون خودش رو به عنوان وکیل یا میگیم مدافع اینجا مدافع اخلاقی نه فقط هم اخلاقی حالا ممکنه کارهای هم انجام داده اون رو خودش رو به عنوان مدافع ضعیف ها و و ها بی پول ها در جامعه حس میکرد افشتن زیک از اتواز. خودش رو به اون عنوان حس میکردش نه که خودش رو اونجوری میفهمید خودش رو اون نقش رو به خودش داده بود اینجوری میتونیم بگیم این فرشتنزش از این irgendwas." ای verstehe mich میشه از این Student." یعنی من معذرت میخوام من به خودم لیبل دانشجو زرنگ رو میزنم مثلا به فرضا از این فشته ای از این Person، و این سخن. اوکی دوستان عزیز، موضوع خودتون باشین تا ویدیو بعدی.